برایان هوک خب ادعای جدیدی نیست. برایان هوک بر اساس دیدگاهاش قرار بود که ما 40 سال انقلاب رو هم نبینیم و خب این ادعا جدید نیست. قطعا نتایج انتخابات ما از کنگره آمریکا بیشتر خواهد بود، در این هم ما تردیدی نداریم که این نتایج بیشتر خواهد بود. و چیزی که سال 96 هم در ایران تبلیغ کردن، سال حتی سال 96 هم یک نمایش خوندن دولت مردان ایالات متحده آمریکا. بنابراین برای ما این نوع اظهارات و نشون دادن چهره ایران تازگی نداره و ما امیدوار هستیم که با حضور مردم در انتخابات این ابطال دیدگاه و نظریات سیاستمداران آمریکایی هم روشن بشه. آمریکا خودش کارنامه سیاهی در تغییر رژیم و دخالت در کشورهای دیگه داره. دولت‌هایی که اونها با روندهای دیپلماتیک روی کار اومدن، قطعا آمریکا الان همه مخالفتش با دولت‌هایی هستن که انتخاباتی روی کار اومدن و همه حمایتش از دولت‌هایی هستن که غیر انتخاباتی هستن. من اخیراً بعد لازم میدونم اینو بگم، یا به نظرم رسید که اظهارات جوزف نای رو میدیدم، به هر حال کتابی داره درباره نبود اخلاق در سیاست آمریکایی منتشر کرده، آدم برجسته ای هست در سیاست بین الملل، در روابط بین الملل، تصریح کرده که اقدامات آمریکا در ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی هم غیر قانونی هم خلاف فرمان اجرایی رئیس جمهور فورد بوده، هم کاری غیر اخلاقی بوده. تصریح کرده که اخلاق هیچ جایگاهی در سیاست کنونی آمریکا نداره. به هر حال این نظر خود اندیشمندان آمریکایی هست. لذا آمریکا با چنین دولت رسوا و بی‌آبرویی سزاوار و شایسته اظهار نظر درباره کشوری مثل ایران نیست که تقریبا در همه این 41 سال گذشته ما انتخابات داشتیم و فکر می‌کنم یکی از پر انتخاب‌ترین کشورها هستیم که انتخابات برگزار کردیم.